حالا آمده میگوید که اگر شما یک دولت جوان حزب اللهی انقلابی ایجاد کنید همه مشکلاتتون رفع میشه. و آقا این 40 سال از مشکل ایجاد شده دیگه، که حالا شما وعده میدهید که اگر اونجور بشود مشکلات رفع بشود. به نظرم این آقای مطلقه 40 سال مسئله ساخته، مسئله بر مسئله افزوده، حالا میگه که ها میخواد اینا درست بشه، یک دولت جوان و حزب اللهی رو کار بیارید تا همه مسائل رو حل کنه. ظاهر قضیه این است که ایشون داره به جوانها میگه من جوانگرا هستم، اما پشت این و ظاهر چیست؟ باطن این ظاهر کدام است؟ باطن این ظاهر این است که یعنی جانشین ایشون هم جوان خواهد بود، یک روحانی بزرگ میگیم که از 60 به بالا قطعا نخواهد بود، بلکه 50 این حدود به بالاش نخواهد بود. و پس کی خواهد بود؟ آقازاده جناب ایشون. چون آقازاده جوان می شود رهبر، خود دولت جوان هم لازم دارد. در سپاه هم اون مثلا چون نگرانی ایشون بابت جنگ نیست، چون نگرانی بابت جنگ بود باید کسانی به کار می گمارد که تجربه جنگ دارن، آورده درجه کار برداشته، درجه دوار گذاشته جایی اون عنوانی که جوانگرایی می کنن. این نگرانی ایشون از جنبش شما مردم است، میخواهد که این گروه هایی که الان حاکم کرده اینا سابقه دارن در سرکوب جنبش ها، از جنبش 1388. پس این آقا داره زمینه فراهم میکنه برای فرزند خیش که اگر خود از دنیا رفت او بشه رهبر. رئیس دفتر ایشون هم این آقازاده را تو قم میبرد به خانه این مراجع که از هوش ایشون صحبت میکنه، از استعداد ایشون، از توانایی مدیریت ایشون، که اونها رو به اصطلاح پیشا پیش موافق بکند با این آقا به عنوان ولی امر. یه خبرم از نجف به من دادن، نمیدونم که چقدر صحت داره، در همین رابطه است. میگوید اون مراجع نجف گفتن از ما توقع موافقت نداشته باشه.